کوهیکی تازه عروسی را سنگ کرد. کوهی عروس به عنوان یک از شگفتی های طبیعت در ولسوالی پنجاب در شرق کوتالی شاتو و در حدود 140 کیلومتری مرکز ولایت بامیان موقعیت دارد. علی‌رغم جاذبه گردشگریش هنوز ناشناخته باقی مانده است. با حدود 4500 متر ارتفاع سطح بر گفته می شود سفیدی های آن گویای موجودیت یکی از انواع سنگ های مرمر است. در میان مردم محل گذشته این کوه زیبا با افسانه و اساطیر و قصه ها توأم است که می گویند کوه عروس شبیه جمعیتی از اسب سوار است که عروس را تا خانه داماد بدرقه می کنند. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان و سلسله معرفی زیبایی های طبیعی، مناطق دیدنی و توریستی هزارستان بزرگ، این بار کوه شگفت‌انگیز عروس افسانه‌ای را برایتان به معرفی می‌گیریم. امید تا پایان ما را همراهی کنید. برای حمایت از ما و مفاخر و مشاهیر بزرگ، زیبایی ها، شگفتی ها و افتخارات هزارستان بزرگ، چینل نوای هزارستان را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک و شیر کنید. گزینه زنگوله را هم فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید. در بامیان تنها بند امیر مجسمه های تخریب شده بودا، شهرهای تاریخی زهاگ و غلغله، غار یخ سر قازان و آبشار دره حاجر نیستند که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را فرا می‌خوانند، بلکه این سرزمین شگفت‌انگیز دارای ده‌ها مناظر زیبای طبیعی است که از جاذبه های ویژه گردشگری برخوردار می‌باشد. یکی دیگر از مکان های دیدنی بامیان کوه عروس یا عروسی کوه ها در شرق کوتلی شاتو و در حدود 140 کیلومتری مرکز بامیان یکی از زیبایی های طبیعت در آن ولایت است که تاکنون کسی نتوانسته به آخرین قله آن قدم بگذارد. سید احمد حسین احمد پور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت کوه عروس یکی از جاهای دیدنی بامیان است که حدود 4500 متر ارتفاع دارد و در امتداد سلسله قله های همیشه پر برف بابا در انتهای دره سرسبز تگاب‌برک ولسوالی پنجاب مشرف به قریه های ترغی، مهر، ترپس و خاکجغور سر قله کاولنگ موقعیت دارد. کوه عروس از سمت غرب قریه تگاب‌برک پنجاب، از سمت شرق قریه ترغی پنجاب، از سمت جنوب قریه مهر و ترپس پنجاب و از سمت شمال قریه خاکچغور ولسوالی یکاولنگ متصل می باشد و بلندترین نقطه این کوه در حدود 4500 متر ارتفاع دارد. کوه عروس با توجه به موقعیت و ساختمان یکی از مناطق نسبتاً امن و مناسب برای زیست حیوانات وحشی، پرندگان و خزندگان است. ملا خدابخش یکی از ساکنان دامنه غربی این کوه میگوید در کوه عروس انواع پرنده های مهاجر، باز شکاری، کرکس، بادخورک، کپ، پوپو، کبوتر کوهی، سنکویک، بلبل هزار دستان، سیاگولی و جغ زندگی می کنند که گاهی پای صیادان را نیز به دامنه های این کوه می کشانند. عبدالرحمن یکی دیگر از باشندگان این منطقه گفت پرندگان زیادی در این کوه زندگی می کنند، از قبیلی انواع باشه، انواع قجر، بادخورک، کپ، کبک زرین، زاخ، کبوتر کوهی، ساهره، چرشنبو و دهان و پرنده مختلف دیگر و همچنان حیوانات وحشی از قبیله گرگ، دونو آهو، روبا، تبرغو، شغال، دلخفک، پشگ کوهی و یا خرس پشگ، بوزی کوهی، سین و موش، خرگوش در دامنه های این کوه وجود دارد و در این اواخر پلنگ هم دیده شده است و سیاگوشک و دهان و حیوان وحشی در این کوه یافت می شود. همچنان چندین نوع مار، نوع چلپاس و سایر خزندگان در این کوه دیده شده است. کوه عروس علاوه بر حیوانات و پرندگان صدها نوع گیاه طبی را نیز در خود پرورش می دهد و در بعضی موارد این گیاهان از طرف مردمان محل به عنوان ادویه استفاده می گردند. گفته می شود این کوه دارای سنگ های قیمتی مانند لاجورد، فیروزه، عقیق، سنگ مرمر و سایر سنگ های قیمتی نیز می باشد. بلندترین نقطه این کوه که از شکوه و جلوه های شگفت‌انگیزی برخوردار است، از دورها نمای آن به عروس سوار بر اسب میماند که گویا خیلی از جمعیت سواره و پیاده به نام تویچی او را بدرقه می کنند تا به خانه داماد برساند. زمانی که از سمت غربش به ستیغ آن دیده شود، چنان به نظر می رسد که گویا نو عروس سوار بر اسب در حال فرار به پیش، گروه سواره و لشکر پیاده به خص اسارتش دورش را حلقه زدند تا مانع رسیدن عروس به خانه بختش شوند. جاذبه های توریستی کوه عروس.
بلندی های کوه عروس تا نیمه های تابستان پوشیده از برف است. یک حوض آب در خمیدگی نزدیک به آخرین قلعه آن و چندین چشمه زلال نیز در کمرکش آن خودنمایی می کند. در عین حال از شمال و جنوب از چشمه های آب گرم دره علی در یک کاولنگ و خواجه میر در تگاوبرگ پنجاب جریان دارد که شکوهی ویژه به کوه عروس بخشیده است. چهار سمت کوه عروس در فصل بهار و تابستان پوشیده از انواع علف، زیره کوهی و گل و گیاه است. وقتی گل کمی چنان می نماید که گویا او پیراهن مخمل سبز گلدار وطن کرده است. این امر جلوه های از طبیعت را در برابر چشم گردشگران به نمایش می گذارد. با آنکه اطراف کوه عروس گردشگاه سرشار از زیبایی و تراوت برای توریستان و علاقمندان طبیعت است، مالداران و زنبورداران منطقه نیز هر سال برای چراندن گوسفندانشان و تهیه عسل به دامنه های آن ایلاق می روند. گردشگران طبیعت از اطراف کوه عروس برای دوستان خود عسل سوغات می برند، چون عسل تولید شده در این منطقه که به نام عسل کوه عروس یاد می شود از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. افسانه های کوه عروس. یکی از باشندگان محل گفت که درباره افسانه های کوه عروس مصفیدان دایزنگی قصه می کنند که در روزگاران قدیم در غرب این کوه دختر زندگی می کرد که در زیبارویی، کمال و عفت شهره عام و خاص بوده. آن طرف کوه هم پسری می زیسته که شغل آهنگری داشته. این پسر نیز در شجاعت، دلیری و سخاوتمندی یک و بیمانند بوده. از قضا روز این پسر جهت انجام کاری از شرق کوه به غرب آن سفر می کند. در لب چشمه می نشیند تا آب بنوشد. چشمش میان آب به عکس دختر ماه روی می افتد. بیدرنگ دختر را به بالینش میبیند. در دم و با تمام وجود عاشق دلباخته او میشود. پس از مدت عشقش را به او اظهار نموده و دختر را از پدرش خواستگاری میکند. پدر دختر که میری منطقه بود از شجاعت و سختکوشی پسر خوشش میآید و دخترش را به او عقد میکند. بعد از 7 شبانه روز توی داماد از خسرش اجازه میگیرد که به زادگاهش برگردد. او عروسش را سوار اسبی کو رنگ نمود و عازم زادگاهش شد. پدر دختر هم تعدادی را موظف میسازد که ساز و سرنای بنوازد و عروس را تا خانه داماد بدرخه کنند. اما گروهی از کافران آنها را تعقیب می کنند. در آخرین قلعه کوکی می رسند، داماد جلوی اسب عروس را رها می کند و به دفاع از وی می پردازد. وقتی داماد زخمی می شود، کافران هجوم آورده به عروس نزدیک می شوند و می خواهند که او را اسیر و بیفت کنند. در این هنگام آن عروس پاک دل پیش خدایش دعا می کند که او را از شر کافران نجات دهد و نگذارد عفت و پاک دامانیش لکدار شود. پروردگار هم دعایش را مستجاب می کند و در جا عروس را با همه همراهانش قبل از دست یافتن کافران به او تبدیل به سنگ می شوند. اکنون این داستان در میان مردم دایزنگی به افسانه کوه عروس مشهور است و آن را نمادی از عزت و سربلندی می خوانند. علاوه بر کوه عروس، بامیان دارای کوه های زیادی دیگر نیز می باشد که هر کدام از آنها قصه ها، افسانه ها و جاذبه های توریستی ویژه خود را دارند که از آن جمله می شود از کوه دو برادر، کوه لیلی و مجنون و کوه میخ در منطقه ورس نام برد. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.